صد به شکوفایی نخواهید رسید و هر جامعه ای که به فکر شکوفایی نباشد لاجرم به وابستگی تن خواهد داد و وابستگی آغاز اسارت انسانها و فرجام حیات ملتی است که از پس آن نمیتوانند بزرگی کنند. ملت غیور و قهرمان ایران شاهد رژه یگانهای محمول ارتش ظفرمند جمهوری اسلامی ایران از مقابل جایگاه و کلام الله مجید هستید که پیشاپیش یگانهای محمول ارتش ظفرمند، یگانهای نیروی زمینی محوری قهرمان از جهاد خودکفایی، گروه های توپخانه، گروه 99 پدافند هوایی، گروه 840 موشکی و گروه 402 جنگال که ادوات و تجهیزاتشان به دست متخصصان داخلی ساخته و بهینه شده است در حال عبور هستند. سلاح کتلینگ ششلول اخگر، سهیل دو، لانچر موشکنداز اتوماسیون شده سهند سه، شاهر، سلاح تک تیرانداز 14.5 میلیمتری، سامانه انتشار دود چند پارامتری در پدافند غیرعامل، خودروی حامل نفربر BTR 82، اینان و اینها گوشه ای از توانمندی های نیروی زمینی قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران است. هیدر 5، خودروی تاکتیکی 8x8 مجهز به سامانه مینریز خودکار، توپ 23 میلیمتری اتوماسیون و اسلابزیر منصوب بر نفربر، کاشف 95، نفربر تجسسی شیمیایی هسته‌ای رادیواکتیو و میکروبی، خودروی حامل نفربر BMP2، آری اینها گوشه ای از توانمندی های فرزندان شما ملت قهرمان در ارتش ظفرمند جمهوری اسلامی ایران است. شاهد عبور خودروی حامل سلاح ششلول نواخت با تیر بالای کالیبر 50 هستید. تانک بر کیان 500، طراحی و ساخت اولین خودروی کشنده این تانک توسط متخصصان داخلی انجام شده است. تانک میدان نبرد چیفتن، تانک اصلی میدان نبرد ذوالفقار. و این کاتیوشاهای نیروی زمینی محوری قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران است که توسط متخصصان این نیرو ارتقا داده شده. خودروی کیان، خودروی تاکتیکی توپکش 6x6، خودروی بهمن 57، توپ پدافند 57 میلیمتری ارتقا یافته به سامانه اتوماسیون، خودروی حامل توپ 155 میلیمتری خودکششی، توپ 155 میلیمتری خودکششی قدیر، سلامتان باد ای رهروان ولایت، پدافند هوایی و خودمتحرک شیلکا، سامانه های گروه 402 جنگال نیروی زمینی محوری قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران با تجهیزات ارتباطی و انواع سامانه های پسیو و سامانه هایی که در باندهای فرکانسی HF، VHF، UHF در ایجاد اختلال در ارتباط دشمن با سامانه بنر کار می کنند و تیم فوریت های بهداشتی اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران و هر آنچه که در میدان نبرد در جنگ های متداول و غیر متعارف لازم است را متخصصان نیروی زمینی محوری قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران برای روزهای دفاع فراهم کردند، تا خدشه‌ای به حریم ولایت وارد نشود و ستون خودرویی نیروی پدافند هوایی قهرمان
ارتش ظفرمند جمهوری اسلامی ایران در حال عبور از مقابل جایگاه است. سامانه موشکی بابر 373 پدافند هوایی دوربرد با توانایی عملیات در تمامی ارتفاعات و شرایط، سامانه موشکی 15 خرداد، سامانه موشکی متحرک، رادار بابر 373 را مشاهده می‌فرمایید که به دست توانمند متخصصان داخلی در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پدافند هوایی قهرمان ساخته شده است. سامانه پرتاب موشکی 15 خرداد را می‌بینید که برای اولین بار در مراسم رژه 31 شهریور 1398 در حال رونمایی است. رادار حافظ مرصاد 16، سکوی پرتاب سامانه تلاش، رادار سامانه موشکی تلاش را مشاهده می کنید که در حال عبور از مقابل جایگاه است. سامانه پرتاب مرصاد 16 را مشاهده می کنید. اینها گوشه ای از توانمندی های نیروی پدافند هوایی ارتش قهرمان است. رادار کاوش تاکتیکی، رادارهای مرصاد 16، موشک صیاد 4، موشک صیاد 2 و صیاد 3 با اهداف همزمان مقابله می کند و آنها را مورد هدف قرار می دهد. سامانه پایشگر، توپ تاکتیکی حائل، سامانه رادار سه‌بعدی آرش، سامانه سه‌بعدی آرش قابلیت رصد ریزپرنده ها و هر آنچه که قصد تخاصم را داشته باشد در ارتفاعهای بسیار بالا دارد. سامانه ارتباطی را مشاهده می کنید که در حال عبور از مقابل جایگاه است و سامانه رفع آلودگی پدافند غیرعامل نیروی پدافند هوایی ارتش ظفرمند جمهوری اسلامی ایران. نیروی هوایی در همه افتخارات جنگ از اول تا آخر سهیم است. فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله امام خامنه عزیز، شاهد عبور یگانهای محمول نیروی هوایی الهی ارتش ظفرمند جمهوری اسلامی ایران از مقابل جایگاه هستید. خودروی ارتباطی فرماندهی تاکتیکی، خودروی ارتباطی تویوتای هایلوکس با سامانه ارتباطی امن و قابل اتصال به شبکه فرماندهی و کنترل نهاجا، سامانه جی اس ام، خودروی پست فرماندهی سیار مجهز به رادیوهای اچ اف، وی اچ اف و یو اچ اف، خودروی تاکتیکی پدافند غیرعامل 99، کمان 12 پهپاد شناسایی رزمی ارتش ظفرمند جمهوری اسلامی ایران در نیروی هوایی الهی ارتش. امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. پاد جنگ الکترونیک هواپایه با طیف فرکانسی گسترده، موشک کروز هواپایه میانبرد قادر با سر جستجوگر راداری، موشک کروز نقطه زن هواپایه برد متوسط با جستجوگر الکترو اپتیکی قاصد 3، اینها گوشه ای از توانمندی های مردان آبی پوش نیروی هوایی الهی قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران است. موشک های کروز هوا به سطح متوسط و کوتاه قائم و نصر، بمب هوشمند هدایت شونده الکترو اپتیکی هوا به زمین قاصد، موشک لیزری نقطه زن هوا به زمین و سامانه هدایت موشک های لیزری، بمب‌های لیزری نقطه زن هوا به زمین 2000 و 3000 پوندی نیروی هوایی الهی ارتش قهرمان ایران در حال عبور از مقابل جایگاه هستند. ارتش امروز یک ارتش منظم، محکم و منضبط با تجهیزات عالی است.
شاهد عبور موشک هوا به زمین ضد رادار با باند فرکانسی گسترده هستید که از مقابل جایگاه عبور می کنند. موشک هوا به هوای راداری میان برد فکور نبد. تسلیحات بهینه سازی شده نیروی هوایی الهی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که از مقابل دیدگان شما ملت قهرمان و کلام الله مجید و جایگاه در حال عبور است. از مرز ما بگذرد نابود می شود. سامانه موشکی پدافند هوایی تبس اوج قدرت و عظمت 5 اردیبهشت 59 هنگامی که امریکایی ها برای حمله به ایران به تبس آمدند، طوفان شن همه را منهدم کرد. اینک ذرات آن شود شن ها بود. در موشک های من از عماد و قدر تا خرمشهر و قیام، هموطن ایران اینها را دارد که وقتی دشمن حرف از جنگ به زبان می آورد دست و پایش می لرزد. فقط خدا می داند جوانان وطن برای ساخت این دستاوردها چه عرقها که نریختند. به وجودشان افتخار می کنیم.